مدت اسپیس 1 ساعت و نیم هست. بعد جناب قانیفر من براشون مایک خواهم فرستاد. جناب قانیفر در خدمت شما هستیم، ضمن اینکه خیلی خوش آمدید و عرض ادب و ارادت خدمت شما. بفرمایید قربان. عرض ادب دارم، سپاس از لطف همه دوستان و نازنینان، ببخشید از تاخیر. به نظرم سیاست جمهوری اسلامی چون بر اساس مذهب هست، یعنی مذهب شیعه گری رادیکال خمینی، یعنی به عبارتی میشه ولایت فقیه رادیکال یا خمینیسم، اینا از یک چیزی استفاده میکنن به اسم پروژه النصر بالرعب، که یک گاگای به شوخی میگم الرعب و بالنصر، چون اینا از پیروزی وحشت دارن، ولی به هر حال این النصر بالرعب یعنی ایجاد ترس یا ترس سالاری، چیزیه که رژیم جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه. کسی بیاد بگه شاهزاده خوبه، میان و مؤمن رو از کافر میترسونن، همین سیاست قدیمی، و تمام صفات حمیده و حسنه رو جمع میکنن در یه چهره ای که خودشون دلشون میخواد، مثلا خاتمی، حالا منتظری، نمیدونم رفسنجانی، هرچی، اینو جمع میکنن علیه اون شخصی که شما میگید مقبول هست. این سیاست جمهوری اسلام. و بازی باخت باخت سید علی بازیه که امروزه بعد از 365 روز گذشتن از کشتن مهسا، اینه که جامعه اشتباهی رو چند بار تکرار نمیکنه. جامعه ممکنه نرمش و عقب نشینی داشته باشه، ولی لزوماً جامعه همیشه از وحشت و ترس عقب نشینی نمیکنه. زمانی که وحشت و ترس رو جامعه به عقب برونه، طبعاً اعتراضش بیشتر و بیشتر خواهد شد. تمام دلخوشی این افراد بر این هست که حماقت 57 بقا داشته باشه و رعب و وحشت در جامعه از شب اول بهمن 1357 باقی بوده تا الان، که شما در نظر بگیرید که جامعه از این رعب و وحشت داره رها میشه و با صدای بلند اعتراض خودش رو میکنه. وقتی که جامعه به این شعار رسیده که ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما، یعنی کل تبلیغات ولی امر مسلمین جهان در واقع از بین رفت، و این نکته بسیار حائز اهمیتیه. داعش هم در عراق اول از همین سیاست استفاده کرد، ویدیوهایی رو نشون داد از سربریدن، گلوله باران کردن مردم بیگناه، و اون چنان هراس و وحشتی در اون کشور به وجود آورد که هر کی اسمشون میشنید از اون شهر در میرفت. جمهوری اسلامی همین رو سال 57 اجرا کرد، که شاه فقید قبلش فرموده بود وحشت بزرگ، اینها با وحشت بزرگ اومدن و قدرت خودشون رو، نکبت اسلامی رو گارانتی و ضمانت کرد. و در جنبش های سال 88 98 1401 ما میبینیم که این بیمه عمر دیگه کم کم دوام نداره. اینها نکاتیه که حائز اهمیت. ببخشید من نمیدونم میکروفون کدومی که از دوستان باز شد. و اینجا بچه های 13-14 ساله هم در واقع اومدن و هوشمندانه این ببر کاغذی رو به چالش کشیدن. حالا در تایید صحبت های دوستان و نازنینم بابک جان و میلاد جان، گذشت زمان خیلی چیزها رو روشن میکنه. خب گذشت زمان این طرفداران رو هم بالا و پایین کردنش خیلی مهم نیست، ولی شما توی بازی قدرت اینجا باید خیلی های زحمت باشه که در مقابل معترضین سید علی چه کارت دیگه ای رو میخواد در این هفته رو کنه. ایجاد ترس و وحشت بیفاید است. پس یک بازی باخت باخته. در حالت بازی باخت باخت، سرنوشت شومی در اختیار، در انتظار خودش و رژیمش هست، و به عبارتی شهریار ایران شاهزاده همیشه تأکیدش بر این بوده که از خونریزی جلوگیری بشه. شاه فقید ایران هم سال 57 ایران رو متمدنانه ترک کرد، یک تصمیم عاقلانه، و اومد گفت که خیلی خوب، حالا یعنی برداشته من دیروز در تایید توییت جناب علی کریمی
که نوشته بود به اصطلاح شاه فرار نکرد، شاه رفت تا به حماقت مردمی احترام بگذارد که گمان میکردن با رفتن او آخوندها ایران را بهشت میکنند. در جواب علی کریمی بنده توییت زدم که شاه شیفته و شیدای ایران از وطن خود رفت تا به خودکشی دست جمعی و حماقت 57 و سلیقه مردم سوار موج هیجان احترام بگذاره و اونها رو با انتخاب و سلیقه خودشون راحت بگذاره. حالا سلیقهشون چی بود؟ دیو چو بیرون رود فرشته درآید بود، ما همه سرباز توییم خمینی بود، بعد خمینی عزیزم بگو که خون بریزم بود، ما همه جاروکش توییم خمینی بود، این شعارهایی که هست. شاه فقیه گفت خیلی خوب، سلیقتون اینه، مرحمت زیاد و رفت. ولی این بازی باخت باخت رو این بار اینطوری نیست. ما این بار با یک رهبر متمدن روبرو نیستیم، ما با یک ملای وحشی روبرویم، عاشق و شیفته حمام خون. تمام طرفدارانش هم همینه، یعنی چه اونهایی که حلقه وابسته به جمهوری اسلامی در خارج از کشورن و چه داخل خارج کشور، داخل کشور، اینها علاقه‌مند به حمام خونن. النصر بالرعب، همون که شعار همیشگیشونه، یعنی با زور و خشونت و کشتار ما بیایم یه گروه ابله بی سواد مسخ شده و جنایتکار رو جمع بکنیم دور هم دیگه. ولی شاه فقید، تمام همکاران و دوربریاش بهترین آدمای روی به اصطلاح موجود بودن، چه ساواکش، چه نیروی نظامیش، چه نیروی اداریش و غیره. و بنابراین در این روزها ما شاهد نقطه عطف خواهیم بود. این سخن اینجا یادگار بماند. ملا میره به سمت قتل عام تو ذهن خودش، ولی از اون طرف جامعه میره به سمت واکنش شدیدتر. پس سید علی و دار و دسته جنایتکار و فرقه تبهکار در پشت درهای بسته و زندان اوهام خودشون میمونن و معمولا دیکتاتورها در روزهای آخر تمام مشغولیتشون در سرکوبه، هرچی سرکوب بیشتر بهتر تو ذهنشون، ولی در هر دو حالت باخت باخته. بنابراین این که درباره بلیت همیشه سوخته سید علی صحبت کردن در اینجا من نمیخوام ادامه بدم و عرایزم رو کوتاه میکنم، ولی واقعا بازندگان و مهرهای سوخته در خارج از کشور که در صرف چند روز اخیر دوست دارن به تشتت آرا و افکار مردم جامعه کمک بکنن در راستای حمایت از ساختار رژیم، این آب در هاون کوبیدنه، به جایی نمیرسه. ماهیت وحشیگری رژیم ملا با مغزشویی از بین نمیره و تصور ذهنیم اینه که به هر حال این نظام وحشت سعی میکنه که به این جایی برسونه که در آینده ایران جنایات حکومت هم فراموش بشه هم بخشش. ولی شاهزاده در فرمایشاتشون گفتن که دادگاه صالح و قانون، خب در دادگاه چیزی قابل فراموشی و بخشش نیست، تاوان هست. و اگر عاقل باشن که نیستن، همین قشر نعلین به پای عمامه به سر، خب لباساشون رو در میارن و به مردم ملحق میشن، ولی خب نمیشن. در تمام جنبش های 520 سال اخیر همیشه ملا سعی کرده ببینه موج به کدوم طرفه، جامعه به کدوم طرف حرکت میکنه، این میمون، این سیرک مزخرف پریدن جلو و گفتن به کمک روحانیت فلان چیز انجام شد. ولی این بار اینطوری نیست. این بار جامعه جوان بدون شک و تردید به دنبال نهادینه کردن قانونن، جامعه جوانی که میخواد غمزدائی بکنه، جامعه‌ای که میخواد اختاپوس مذهبی در شیعه رو سرنگون بکنه، یعنی یک به اصطلاح تمدن جدید رو جایگزین وحشت بزرگ بکنه. این کار خیلی مهمه و در فردای وحشت بزرگ در ایران آزاد و دموکراتیک مطمئن باشید شما نعلین به پا نخواهید دید در خیابون، مطمئن باشید عمامه به سر نمیبینید. منتهای مطلب این برمیگرده به حمایت از دولت قانون در دوران گذار که اون حمام خونی که حضرات به دنبالشن، النصر بالرعبی که الرعب بالنصری که دنبالشن، به اصطلاح ترس سالاری از بین بره. و این ترس سالاری من فکر میکنم با به اصطلاح هماوردی و راهنمایی یک رهبر عاقل، همونطوری که بابک جان گفتن، درست میشه. وگرنه حافظ
چند قرن پیش به ما گفت به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند چون این عزیز نگینی به دست اهرمنی. و از این به اصطلاح اهرمن اومده نگین ایران رو در دست گرفته که امیدوارم هرچه زودتر بشه ازش پس گرفت. فعلا در این دور از بنده بس. سپاسگزارم جناب آقای نیفر. خیلی سپاسگزارم جناب آقای عزیز. جناب عرفان خان نیفر در خدمت شما هستیم، بفرمایید. شما مخلصم ارادت. بابک جان نکته ای رو گفت، منم به شوخی در جواب بابک عزیز اون شعر حافظ رو میگم که بیا که رونق این کارخانه کم نشود به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی. ز تندباد حوادث نمیتوان دیدن در این چمن که گلی بوده است یا سمنی. اون بلایی که ملا سر این کشور آورده در این تندباد حوادث واقعا معلوم نیست که چی باقی مونده از ایران. این نظر شخصیمه و لزومنم نظر شخصیم شاید درست نباشه ولی بهش باور دارم. بامونم اینی که بدبختی تمام این بنیادگرایان مسخ شده اینه که زیربنای فکریشون کجه. اگر همه این سالها در دانشگاه‌های داخل و خارج افراد تحصیل کرده باشن بازم زیربنای فکریشون کجه. افکارشون جز ضرر سودی برای جامعه ایران نداره. بابک جان عزیز اشاره میکنه که همه رو تحت یک پرچم گذاشتن به هدف از بین بردن نظام جمهوری اسلامی و پاک کردن حماقت 57. احترام دارم برای نظرش، ولی اون چیزی که نظر شخصیمه اینکه فردیمه اینی که این مذهبیون بنیادگرا جز گمراهی واپسگرایی و بدبختی جامعه ایران هیچ سودی برای ایران نداشتن نخواهند داشت. کسایی که زیربنا و پایه فکریشون در تکیه و هیئت و عزا و سینه زنی و حسینی و زینبی شکل گرفته اینا نمیتونن فکر بکنن. و باید گفت که نصیحت به این آقایون هم دیگه دیره. 1400 سال مغز مردم ایران رو با این نکبت پر کردن و الان تنها چیزی که هست اینه که این اعتراضات فعلی نشون داد که کار ملا تمومه. یعنی چی؟ یعنی بازی تموم شد. این پروسه اجتناب ناپذیر و بی‌بازگشته که این افراد هیچ کمکی به نهادینه کردن دموکراسی در ایران نکردن نخواهند کرد. ساده لوحی است اگه ما فکر بکنیم فرقی بین شریعت مداری و طالقانی و منتظری و خاتمی و خلخالی هست. کلهم از یه قماشن، کلهم کارشون جهل و به گمراهی کشاندن جامعه است، نشر خرافات و چرندیاته، جعل احادیثه که هیچ کدومش سند نداره. این مرتجعین به 520 سال اخیر در ایران فرو کردن در مغزشون که با 72 تا زن و بچه به جنگ یه لشکر 10,000 نفری برین که الان هم تمام سیاست خارجی ایران داره بر اساس 40 میچرخه. یک مشت بی سواد دروغگو با جعل تاریخ مسلمان شیعه واپسگرا رو میکشونن به یه بیابون، یا میگن در یه ته چاهی 1200 ساله یه بابایی بدون آب و غذا زندگی میکنه، انگار مثلا خدا بیکاره، هر شب از این چاه به اون چاه، از این بیابون به اون بیابون یه شمشیرزن و رزق و روزی بده. آخه برای چی؟ برای اینکه روزی بیاد عدالت رو زمین برقرار بکنیم. ما با همچین موجوداتی طرفیم و در تاریخ کشورمون هیچ فاکتور و عاملی به اندازه این صنف مکار و حیله‌باز باعث ترویج جهل و گمراهی و عقب افتادگی و سیاه روزی جامعه ایران نبوده، نیست، نخواهد بود. و الان وقت گذر از این نهاد شومه. این نهاد شوم هیچ کمکی به پروسه دموکراسی در ایران نمی‌کنه. در ظرف این چند روز شما نگاه بفرمایید از 365 روز اخیر کدوم ملا اومد در جنایت اعتراض کرد؟ هیچ کسی. وقتی مردم میگن آخوند باید گم بشه، توپ تانک فش بشه، آخوند باید گم بشه، یعنی چی؟ یعنی در واقع اصل داستان رو نمیخوان. به این قشر مفتخور هم نصیحت کردن بیفایده است. شاهزاده در این نجابت، در این اخلاق، در این پرنسیب، اصول مداری، انسانگرایی بیاد بگه در واقع بیاین همراه باشین، من فکر میکنم همراه نمیشن. اینا تا لباساشون رو در نیارن، تا
دست از اشاعه نادانی و جهل و خرافات و مهمات بر ندارن، هیچ اتفاقی نمیافته. و بهتر اینه که اپوزیسیون ما اول دنبال یه خرگوش باشه، اونو بگیره، بعد بره دنبال خرگوش های دیگه. وقتی ملا و نهاد ملا سقوط بکنه، طبیعتا سپاه، نهادهای امنیتی هم سقوط میکنه. وزارت اطلاعات بیانیه ای داده، میگه به یاری امام زمان، امام زمانی که وجود خارجی نداره. پس میشه به این قشر، حالا به شوخی، من به اون شوخی خیلی باور ندارم که ملا رو سر هر درخت تیر چراغ یا درخت یا تیر چراغ برقی آویزون بکنیم، ولی اینا دنبال کار شرافتمندانه و مالیات و اینا هم نیستن. این آخوندا مسئول تلف شدن وقت میلیون ها ایرانی هن. میلیون ها ساعت این مردم در طی ماه هدر میره برای نماز جمعه، برای سیرک محرم، سیرک اربعین، رمضان، سفر، بتالت مردم، مخشوش کردن ذهن مردم با یک مشت موهومات و جلیات و خرافه که هیچ سودی براشون نداره. همگیشون بدون استثناء مخالف حقوق برابری زن و مردن. غیر ممکنه در جامعه فردای ایران آزاد دموکراسی و صلح رو برقرار کرد و به این صنف شوم و خبیث اجازه فعالیت داد. اصلا نشده. در زمستان بی بهار 57 هم با رفتن شاه فقید و روز شوم اومدن خمینی و بعدن حمله روسیه به افغانستان، این رشد بنیادگرایی اومد پاکستان رو گرفت، افغانستان رو گرفت و ایران رو گرفت، بعد لبنان، عراق، سوریه، یمن و غیره. و این بنیادگرایی اسلامی باهاش جامعه نمیتونه زندگی مسالمت آمیز داشته باشه. مثل سلول های سرطانی هن، ضد صلحن، ضد ثباتن. و روشنفکران نسل جدید من معتقدم ساده لوح نباشن و خودشونو گول نزنن. اگر سلول های سرطانی رو ریشه کن نکنید، تمام سلول های سالم جامعه از بین میره. این یه حقیقته و از هر پزشکی بپرسید. و این قشر شبکه‌ای رو فراهم کردن در داخل رسانه های ما و الان هم در همین توییتر که میلاد عزیز تذکر داد برای حذف کسی. چرا؟ چون اینا انسانیت و منطق حالشون نیست، فقط خشونت، فقط خرافه، فقط جهل. میلیاردها ساعت کاری و تریلیون ها دلار پول این مردم صرفه جویی میشه وقتی که این نهاد از بین بره و جامعه بدون آخوند، یعنی جامعه شاد، سالم، خوشفکر و در واقع کدوم احمق باشه 72 نفر میره به جنگ 10,000 نفر. و الان شما در نظر بگیرید چند هزار هموطنای ما میرن اربعین برای چی؟ برای اینکه بیان مثلا فلان کنن یا برای یه تروریست جنایتکار مثل قاسم سلیمانی رو به عنوان قهرمان ملی جا بزنن. این مشکلات حقیقی جامعه ماست برای افرادی که نه انسانیت میفهمن، نه حق شهروندی میفهمن، اینایی که میلاد عزیز بهش اشاره کرد. و آینده نامعلوم در انتظار این قشره، قشری که جامعه از دستش خشمگینه، جامعه ایران جان به لب شده. و در اینجا من تصور میکنم عکس العمل این مردم بعد از 44 سال زجر و بدبختی و ظلم اینه که میتونید حدس بزنید این ملت وقتی آرامگاه رضا شاه کبیر رو یک ملای وحشی مثل خلخالی رفت اون بلا رو سرش آورد، شما در نظر بگیرید در فردا روز انقلاب با قبر خمینی و رفسنجانی و منتظری و خلخالی همین مردم چه خواهند کرد. این مردم غیر ممکنه فیضیه های جاهلی به اسم علمیه و مراکز خرافیشون رو سالم بگذارن. 520 سال از صفویه تا الان سه بار ملا در کنار قدرت بوده، اول در کنار صفویه، بعد در کنار قاجاریه و بعد از 57 خودشون همه کاره بودن. چی رو به ایران ترویج کردن؟ بنیادگرایی و تروریسم رو. مردم ایران، سید علی چند هزار سال این مملکت رو به عقب، یک مملکت چند هزار ساله رو به عقب رونده و شده جنگ و ناسازگاری با کل جهان. با حق بازی و جعلی اومدن برای خودشون یه تقدس ایجاد کردن و الان هم وقتی ما دم از حمایت از شاهزاده میزنیم، میان در رسانه ها میگن شما در عالم هپروتین. حالا من نمیدونم ما در عالم هپروتین یا شما انسان های عقده‌ای سراسر کینه‌توز، ترسو، فتنه‌گر، تمام عمرتون اباطیل بوده، تمام عمرتون آشفتگی و دیوانه بازی بوده، از نظر روانی و فکری سالم نیستین. و من نمیدونم این فکری که شما دارین، یعنی خمینیسم که جز رادیکالیسم، شارلاتانیسم، تروریسم هیچی توش نیست، با شماها چجوری میشه دوران گذار آرومی رو گذروند؟
با شماها چجوری میشه زندگی مسالمت آمیزی رو گذروند؟ من کتبا می نویسم که نمیشه. ولی این داستان که میگم بازی تمام شد اینه که در 365 روز اخیر ملا لباس تزویر و ریاشو در نیاورد، هیچ حاضر به همراهی با مردم ایران هم نشد، حاضر نشد استعفا بده بره. چرا؟ میگه ما میشینیم تا لحظه آخر. این بشار اسد، این لیبی. و بنابراین این آغاز پایان رادیکالیسم اسلامی رو من فکر میکنم مهمترین زایمان جامعه ماست و مهمترین بخش از جامعه ماست که جامعه ما این دوران رو، این پوست اندازی رو ترک خواهد کرد. من کاملا با بابک جان موافقم که حقوق مردم رو در اینجا در نظر گرفت برای افرادی که مشمول بخشش میشن، گذشت میشن. یا میلاد جان اعتقادش بر اینه که افرادی که میتونن حائز اهمیت باشن در دوران بازسازی وطن، چه زن چه مرد، فرقی نمیکنه. ولی حالا شما در نظر بگیرین بخواین قانون تصویب بکنید در مجلس راجع به تساوی مسلمان و یهودی و بهایی و زن و مرد، اون وقت شما بیاین بیرون این ملاها مثل انتر ببرن بالا منبر شب و روز تو مساجدشون خلاف این رو حرف بزنن، چجوری میخواین دموکراسی برقرار بکنین؟ یعنی خیانت و جنایت این ها در 44 سال چیزیست فرا تصور، این نهاد نازی ها که چطوری آلمان اومد نوشتشون، یونیفرمشون، موسیقیشون، علامتشون رو غیر قانونی کرد و آلمان راه دموکراسی رو در پی گرفت. امیدوارم در ایران همین اتفاق رخ بده، وگرنه تیر چراغ بق سالم نمیمونه در ایران. نکته بعدی پایان بخش عرایزم، فاجعه قتل زنده یا مهسا امینی یک نقطه عطفه و این نقطه عطف ملا حساب باز نکرده بود روش، نمیدونست این اتفاق رخ میده و شد. وقتی که شد شما در نظر بگیرید سلیبریتی هایی که به قول عامیانش رنگ عوض کردن یا میگن بریدن یا به مردم پیوستن، من وارد اون ادبیات نمیشم ولی میگم وارد جبهه مبارزان شدن. یک سری افرادی که کشتی سوراخ شده جمهوری اسلامی رو در حال غرق میبینن و دنبال اینن که از این کشتی بپرن بیرون، خب این خودش نکته بسیار حائز اهمیتی. اما این مختصات اعتراضات، یکیش اینه که شدت سرکوب دیگه جواب نمیده و یک اعتماد به نفس رو به جامعه ما داده. نکته دوم، دختران و خانوم ها همدوش با پسران و مردان جرأت و روحیه و نقش مشوق رو اومدن به نمایش بگذارن و نقش پررنگی رو در جامعه به نمایش گذاشتن. سه، نیروهای انتظامی و سرکوب و چماقدار در واقع به روشنی نشون دادن که اعتماد نفس خودشون رو از دست دادن. حالا شما در نظر بگیرید تعداد ریزش، نافرمانی، فرار، نمیدونم چی، اون هیچ آماری ما نداریم ولی مطمئنن هست. نکته بعدی، وسعت اعتراضات در یک شهر و دو شهر دیگه نبود و شاهزاده هم در سخنانش این بار در سال روز اشاره کرد که مردم خیابونها رو رها نکنن، شهرهای متفاوت که اجازه تنفس و تجدید قوا به چماقداران رو نده. نکته بعدی اینه که مردم جرأت و قوت پیدا کردن که بگن قطار خارج شده از ریل، یعنی از نظام پادشاهی خارج شده، یک مش به اسم جمهوری اومدن و این بلا رو سر کشور آوردن، حالا یه گروه دیگه از وارثین 57 پیدا شدن میگن نخیر ما بازم بریم به سمت جمهوری. آقا جمهوری چی؟ جمهوری کجا؟ هیچ. چه کاندیدی دارین؟ نداریم. چه شخصیت شاخصی دارین در مقابل شاهزاده قرار بدیم برای رهبری جامعه؟ هیچ. خب چرا از شاهزاده حمایت نمی کنید؟ آخه پسر شاهه. خب به من چه مربوط، یک نفر دیگه رو پیدا بکنید که دارای این مقبولیت و محبوبیت باشه در داخل جامعه؟ نداریم. خب پس چی؟ دشمنی با شاهزاده. یعنی این روانی ها چون دارای اون تفکر خرافی و مذهبی هستن، فقط بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی خودشون رو در این نشون میدن که با اوهام سعی بکنن پهلوی ستیزی و پهلوی حراسی بکنن. به نظر من این نشأت گرفته از تفکر آخوندیسم داره و باید براش راه چار و راه حلی رو پیدا کرد که به ایران فکر کرد اول و بعد این ویروس مذهبی خرافی آخوندی رو از شرش خلاص شد تا اون موقع میشه
به منابع واقعی ایران دسترسی پیدا کرد. بسیار سپاسگزارم جناب وانیفرد.